راه زندگی، برنامه از دکتر جیکوب حبان. بیا تا فلک رو سخت بشکافیم و طرحی رو در اندازیم. با سلام و درود خدمت یکایک شما عزیزانم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم. جیکوب حبان هستم و در چهارمین برنامه شفا در این سری برنامه ها، تخصص من در علم سایکو نورو ایمینالوژی که همون رابطه بین تن و جان و یا روان و ذهن و غیره و طب هولیستیک یا کلنگر و همچنین طبیعی درمانی و دارای دکترای علوم تغذیه هستم. مطالبی که در این برنامه ها تحت پوشش قرار دارن در مورد روش زندگی صحیح و سالم، تغذیه، استفاده از کلیه مواهب طبیعت و هرچی که مربوط به تندرستی و نیکسیستی میشه، همچنین احساسات، ذهنیات، استرس، جلوگیری مقابله با اونها و حتی موارد معنوی و عرفانی. در جلسات گذشته در مورد طبیعی درمانی و هولیستیک مدیسن و تفاوتش با طب متداول پزشکی امروز با اتون صحبت داشتیم و همچنین نظر خودم رو در مورد این پندمیک کووید 19 و اینکه بهترین راه مقابله با اون قوی کردن سیستم دفاعی خودمون هست و پیشنهادهای مختلفی هم که خدمتون در اون مورد دادم. اگه یادتون باشه تاکید زیادی هم روی اهمیت نروس سیستم و دایجستیو سیستم، یعنی سیستم عصبی و سیستم دستگاه گوارشی کردم که چقدر اثر مستقیم روی سیستم دفاعی و یا به عبارتی ایمیون سیستم ما دارن که نه تنها برای مقابله با ویروس ها بلکه برای سلامتی کامل و مقابله با هر نوع مشکل بیماری و عدم سلامتی. امشب همونجوری که جلسه گذشته قول بهتون دادم یه مقدار راجع به تغذیه صحبت میکنیم و اینکه چه کارهایی از طریق تغذیه میتونیم بکنیم که به هر حال هم ما رو سلامت نگه داره و هم اینکه مقابله ما و مقاومت ما رو بیشتر بکنه در مورد همین ویروس ها و به خصوص پندمیکی که الان گریبانگیر همه ما شده. ولی قبل از اون اجازه بدین تلفن استودیو رو اعلام کنم که هر سوالی که دارین در هر موردی از این چیزایی که صحبت کردم بیان روی خط ها و مطرح کنین که در خدمتتون باشم. تلفن استودیو هست 323-512-72-64، 323-512-72-64. سوالاتتون میتونه مربوط به بیماری های خودتون باشه، البته تا اونجایی که به هر حال من در تواناییم باشه و در تخصصم باشه که از نظر طبیعی درمانی و طب هولیستیک و کلنگر بتونم کمکتون کنم و همچنین در مورد روش زندگی و هرچی که مربوط به اون میشه و یا موارد روحی احساسی و یا حتی موارد معنوی و عرفانی. کسانی که به هر حال آشنایی داریم با برنامه های ما میدونی که در چه مورد میتونیم پاسخگو باشیم. حالا واقعا تغذیه چی هستش که اینقدر الان مطرحه و اینقدر مهمه و اهمیت داره؟ یکی از استادان من یه نظریه خیلی جالبی راجع به تغذیه داشت، میگفت اگر شخصی برنامه غذایی نادرستی داشته باشه هیچ پزشکی نمیتونه اونو درمان کنه و اگر غذاهای سالمو در برنامه غذاییش بگنجونه اون موقع به هیچ پزشکی احتیاج نداره و نیازی نداره. البته خدمت رو میگم که تا دهه 1960 اینطورها پزشکان غرب، نه پزشکان شرق، پزشکان غرب اصلا به هیچ وجه ارتباطی بین تغذیه و سلامتی جسم و روان قائل نبودن. یعنی هیچ، اصلا میگفتن هیچ ربطی نداره و غذا رو صرفا یه ترکیبی از موادی میدونستن که فقط صرفا انرژی بدن رو فراهم میکنه، در صورتی که خب یه تغذیه مناسب یکی از اصلی ترین و مهمترین عوامل سلامتیه. استاد بزرگ من بوعلی سینا میگفت که هر، یعنی گفته که به من که نگفته ولی خب گفته که هر غذایی که خورده میشه بعد از ورود به سلول ها چنان جذب بدن میشه که از هر جهت جزء بافت های بدن ما میشه.
و قسمتی از وجود ما رو تشکیل میده، یعنی میشه قسمتی از ما. پس یه تغذیه متعادل سالم علاوه بر اینکه سلامتی جسم رو تأمین میکنه، یه تأثیری هم بر روان و ذهن میذاره و زمینه رو برای رشد فکری و در نهایت تکامل معنوی برای ما فراهم میکنه. امروز با پیشرفت تکنولوژی، ساختمان مولکولی غذاهای مختلف دچار تغییرات زیادی شدن و در بسیاری از این تغییرات این همشون تولید غذاهای مفیدتر و تامین، یعنی اصلا در فکر این که برای ما یه غذای مفیدتر و یا اینکه سلامتی ما رو تامین کنن نیستن و خب انسان رو دچار مشکلات متعدد میتونن بکنن. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر شده از بسته‌بندی‌های زیبای غذایی و نقش هر خیابان یه رستورانیه که ما رو به خوردن غذاهای رنگارنگ و پر زرق و برق تشویق می‌کنه. البته الان نه. زمان قبل از کرونا و حالا که خب یه مقدار این مسئله تغییر کرده، ولی خب به هر حال منظور من رو متوجه میشیم. با این حال، با همین احوال، سوء تغذیه و مشکلات ناشی از اون هر روز بیشتر و بیشتر میشه و بسیاری از افراد با اینکه به اندازه کافی غذا میخورن و شاید بیش از حد غذا میخورن، هنوز دچار سوء تغذیه هستن، چون صرفاً غذا خوردن بدون کیفیت نمیتونه موجب تغذیه سلول های بدن ما بشه. خب پس میبینی که حالا البته اجازه بدین قبل از اینکه یه مبحث دیگر میخواستم صحبت کنم، برسیم به اینکه واقعا سوال کنیم که یک تغذیه صحیح، یک رژیم غذایی سالم و کامل و منطقی برای ما انسان ها چیه؟ و سوالی که اکثرا از من میشه در هر مهمونی و هر به هر حال میتینگ و هر جایی که میرم، میگن خب پس بالاخره انسان گیاهخواره یا گوشتخواره؟ آیا ما واقعا بیچار کنیم نمیدونیم موندیم؟ همه میگن ما با همه این دایت های رنگ و وارنگ و پیشنهاد های متفاوت و حتی بعضی از مواقع بسیار متضاد دیگه کاملا گیج شدیم. یکی دنبال روی دایت اتکینز، یکی دیگه دایت زون رو داره دنبال میکنه، اون یکی میگه پلیو دایت بهترینه، یکی دیگه میگه دایت مدیترانیان خیلی بهتره، و حالا هم که دایت رژیم غذایی کیتو که بسیار مد شده و بسیار هم طرفدار داره، و علاوه بر اون هم صدها متخصص و کتاب و الگو که هر روز مثل قارچ از زمین در میاد. اولا باید خدمتون بگم که انسان نه جزء دسته گیاهخواران یا ویجیتریان و یا به عبارتی اربیور هست و نه جزء گوشتخواران و به عبارتی کارنیور. انسان در اصل آمنیور هستش. یعنی چی؟ یعنی همه چیز خوار. مثلا فرض کنین بعضی از حیوانات مثل میمون، مثل خوک، مثل خرس و بعضی از پرندگان که بنا به شرایط زیست و جبر محیط و تکامل و گذشت زمان و غیره تونستن خودشون رو با غذاهای متفاوت وقف بدن که بر حسب هر شرایطی، مثلا ممکنه یه جایی خب میتونن شکار کنن، شکار میکنن، ممکنه نتونن شکار کنن، از گیاهان استفاده میکنن و غیره. البته من اینو خدمتون متذکر بشم که اصولا من با دسته‌بندی و گروه بندی و کلیت دادن یک رژیم غذایی و یا یک الگویی که برای همه صدق بکنه به هیچ وجه موافق نیستم و بنا به شرایط و موقعیت‌های متفاوت هر شخصی باید با مطالعه، با تحقیق و حتی بعضی موقع ها کمک گرفتن از یک متخصص تغذیه بتونه اون رژیم غذایی صحیحی که برای خودش مناسب باشه پیدا کنه، که هیچ دو نفری هم به نظر من رژیم غذاییشون دقیقاً مثل هم نیست. معمولا وقتی که افراد میان به من مراجعه میکنن که در مورد یک کاستوم تیلر به اصطلاح یک رژیم غذایی خیلی مختص براشون انتخاب کنیم، شرایط خیلی خیلی زیادی رو
ما در نظر میگیریم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم خب پس بیا ما این فرمول رو داریم، فرمول غذایی رو داریم، اینجوری کن، اینو فالو کن و خب مسلما ممکنه برای یه درصدی کار بکنه، اونم برای مدتی محدود اگر اون کار رو انجام بدیم. ولی اگر که به صورت اختصاصی و انفرادی ما این کار رو انجام بدیم، مسلما نتایج خیلی بهتری میگیریم و شخص به سلامتی خیلی زیادی خواهد رسید. خب یکی از مهمترین عواملی که همیشه من در پرکتیسم وقتی که عزیزان رجوع میکنن در نظر میگیرم، اون انسستوری شخصه. یعنی چی؟ یعنی آب و اجداد شخص. یعنی این شخص 10 نسل، 20 نسل یا 500 نسل گذشتهش از کجا هن؟ کجا بودن؟ کجا زندگی میکردن؟ تغذیهشون چجوری بوده؟ شرایط اقلیمی و محیطیشون چجوری بوده؟ و این خب خیلی به ما کمک میکنه به خاطر اینکه دی ان ای شخص و اون به هر حال استراکچر گوارشی شخص خودش رو وفق داده به یک سری غذاها. مثلا فرض کنیم ماها که از فرض کنیم میدل ایست میایم، یا مثلا اشخاص که از مدیترانه میان و غیره، خب توی رژیم غذاییشون میبینیم که صدها سال، شاید هزارها سال مثلا فرض کنیم که برنج بوده توی رژیم غذاییشون. ولی مثلا فرض کنیم که یه سری کشورهای مختلف که از جاهای دیگه میان، ممکن اونجا گندم بیشتر بوده و یه جای دیگه میبینی که مثلا امریکای شمالی و غیره میبینید سیب زمینی خیلی رشد میکرده و ذرت خیلی رشد میکرده. خب این مثلا نشون میده که امکان داره که اگر یه شخصی آب و اجدادش مثلا از کشورهای مدیترانه بودن، خب پس امکان داره که اون غذاهایی که مثلا در الان کسی که تو اسکاندیناوی هست یا توی افریقا هست شاید براش مناسب نباشه. پس یکی از شرایط مهم همین انسستری و آب و اجدادی هستن. اجازه بدین یه خط داریم، خطو بگیریم، بعد میریم سراغ تمام اون عوامل دیگه که همیشه من در نظر میگیرم برای این کار. بفرمایید هستین؟ با من هستین آقای دکتر؟ بله عزیزم با شما هستم. خوش اومدین. سلام عرض کردم. ببخشید می‌خواستم بپرسم ببینم برای اینکه بتونیم گلبولای سفید بدن که پایین بالا ببریم و سیستم دفاعیمون رو قوی کنیم، از نظر اربال یعنی چه چیزی باید بخوریم؟ هم ادویه‌جات هم اربال. اتفاقا برنامه امشب ما اگر که وقت اجازه بده یه مقدارش در مورد همین هست که به یه مرحله اگر برسیم یه سری ارب ها و یه سری ویتامین ها و یک سری به هر حال گیاهان هستن که خیلی میتونن کمک بکنن برای دقیقا همین سالی که شما فرمودین. اگر یعنی که گلبولای سفید بدن رو بالا میبرن اینا؟ بله بله دقیقا، یکی از کارشون اینه که تعداد گلبولا رو میبرن، گلبول سفید رو میبرن بالا و البته خیلی کارهای دیگه میکنن. یعنی بدن رو آماده میکنن برای اینکه یه سیستم دفاعی قوی تری داشته باشه. اجازه بدین من صحبتامو ادامه بدم. به احتمال خیلی زیاد همین امشب راجع به سوال شما پاسخگو هستم و اگر نبودم 100% در هفته آینده، ولی حتما چون میخوام یه مقدار چیزای دیگه رو کاور کنم به اونجا هم خواهیم رسید. مرسی از تماستون عزیزم، خیلی ممنون. خب پس یکی از عوامل مهم گفتم که اون انسستوری و آب و اجدادیه. یکی دیگه از مهمترین سوالهایی که ما از شخص میکنیم اینه که الان کجا داری زندگی میکنی؟ یعنی الان موقعیت جغرافی محیطی که داری زندگی میکنی کجاست؟ آیا مثلا فرض کنی الان خب چون ما با تمام دنیا به هر حال مشاوره داریم، بعضی موقع ها از اروپا، از استرالیا و از جاهای مختلف تماس میگیرن. خب مسلما این یک فاکتور خیلی خیلی مهمیه که بتونه برای ما یکی دیگه از قسمت های اون پازل رو پر بکنه. مثلا یه شخصی که فرض کنید در قطب شمال زندگی میکنه، اسکیموها مثلا، که برای زنده بودن و بقا و سلامتیشون باید یک عالمه چربی های حسابی بخورن، با اون شخصی که در مثلا فرض کنید کنار خط در روی خط استوا قرار داره، خب خیلی تفاوت داره. کسی که تو خط استوا بعد حسابی مایعات بخوره، حسابی سبزیجات بخوره، حسابی میوه‌جات بخوره، ولی همین دایتو اگر که بریم مثلا به شخص اسکیمو بدیم و دایت اسکیمو رو به این شخص بدیم، باور کنید بیشتر از چند هفته شاید دووم نیاره.
یه مثال کلی بود، مثلا کسانی که تو کشور اسکاندیناوی هستن یا کسانی که مثلا تو افریقا هستن، افریقای جنوبی، و یا کسانی که توی آسیای شرقی هستن. همه اینها میتونه فرق بکنه. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه جنسیت شخصه. مرد یا زن، همین فقط به تنهایی مرد و زن بودن بسیاری از فاکتورها رو میتونه برای هر کدومشون اختصاص بده که 100%. مثلا یکی از مثالایی که میتونم بزنم، مردها معمولا به دلایل مختلف یکی از مینرال هایی که دچار کمبود میشن زینک، خانم ها بیشتر میبینی که آهنه. من فقط یه مثال خیلی کوچیک خواستم بزنم. حالا علاوه بر اون سن شخص مهمه. مسلما ما یک رژیم غذایی که به یه شخص 15 ساله میدیم، یه بچه 5 ساله میدیم، یه شخص 30 ساله میدیم، یا یه شخص 50 60 ساله و یه شخص 80 90 ساله، مسلما احتیاجاتشون و نیازشون با هم دیگه فرق میکنه. عامل دیگه که خیلی مهمه سطح سلامتی شخصه. ما یه متابولیک پروفایلی از شخص میگیریم که ببینیم اصلا سلامتیش کجای کاره، دستگاه گوارشش رو چک میکنیم کاملا، اون بیوشیمی با کیمیستری بدنش رو وقتی که آزمایش خونایی دادن ببینیم در اون خون چه چیزایی نشون میده که بر حسب اون بریم جلو. کمبودهای ویتامینی، کمبودهای مواد معدنی و حتی موارد تاکسیسیتی، یعنی اگر شخص دچار مسمومیت‌های مختلف شده باشه، باز اون یک فاکتور خیلی مهمه که شاید احتیاج به پاکسازی داشته باشه. یکی دیگه از موارد ژنتیک هستن که از نظر ژنتیکی و دی ان ای این شخص مستعد چه بیماری‌هایی و یا چه چیزایی هستش که اون هم باید حتما در نظر گرفته بشه. دیگه گروه خونی هست که البته ما گروه خونی و ملاک کامل قرار نمیدیم، ولی گروه خونی هم یکی از اون به هر حال قسمت‌های کل پازل هست که خب مسلماً اگر یک شخص گروه خونی او داره به ما اینو نشون میده که این شخص دارای، معمولاً البته دارای دستگاه گوارش بسیار قوی هست، و یه شخص ممکنه گروه خونیش ای باشه به احتمال قوی دستگاه گوارشش ضعیف‌تره و یا ای بی و حساس‌تره و ممکنه که احتیاج به آنزیم‌های مختلف غذایی داشته باشه، مثلا فرض کنین اون آنزیمی که اون اسیدی که معده از خودش ترشح می‌کنه به نام هیدروکلوریک اسید که بسیار بسیار میتونه مهم باشه. اجازه بدید من زمان رو نگاه کنم. خب هنوز یکی دو دقیقه وقته. حالا شرایط دیگه که خیلی میتونه دخیل باشه که همه اینا رو ما در نظر میگیریم، شرایط خانوادگی شخصه. با کی زندگی میکنه، کجا زندگی میکنه، کی براش غذا درست میکنه، خونه غذا میخوره، در بیرون غذا میخوره، بعد شرایط اقلیمی، فرهنگی، ملیتیش، اون آداب و سنتی که خیلی‌ها در غذاهاشون دارن، یه سری موارد مذهبی هست و یه سری ممکنه محدودیت‌های مالی و یا محدودیت‌های اقلیمی و یا مذهبی باشه که همه اینها میتونن به هر حال یک عامل مهم باشن. بعد دیگه به غیر از اون موارد استرس هست که اون هم خیلی مهمه. آیا شخص چقدر دچار استرس هست و چقدر مثلا فرض کنین که روش زندگی که داره، البته روش زندگی خودش یک ملاک خیلی مهمه، باید در نظر بگیریم که چه خبره و کاملا اون روش زندگیشو از صبح تا شب ما زیر ذره بین میذاریم. از صبح که پا میشه چیکار میکنه، چیکار نمیکنه، چقدر فعالیت داره، شغلش چیه، آیا در شغلش همیشه در حال حرکت یا آیا نشسته فقط پشت کامپیوتر، و چقدر از بهش مثلا الکترومگنتیک تاکسیسیتی وارد میشه، چقدر نور خورشید رو میگیره، چقدر بیرون کاره، چقدر زیر سقفای فلورسنت. خیلی موارد دیگه هستش که ما همیشه در نظر میگیریم به خاطر اینکه هر کدوم از اینها میتونه بسیار مهم و اساسی باشه. حالا فصل در سال خیلی مهمه. مثلا فرض کنید که خب ما معمولا وقتی تابستونه بیشتر غذاهایی مثل سالاد و این چیزا میخوایم بخوریم، و یا وقتی که مثلا فرض کنید که خب زمستونه شاید بیشتر بدنمون بیشتر احتیاج به سوپ، و حالا اینها همه مثالهای خیلی خیلی کوچیکه که من خدمتتون میذارم و همه اینهایی که میگم برای اینکه مشخص کنه که چقدر میتونه یک شخصی با شخص دیگه بنا به تمام این عواملی که گفتم فرق داشته باشه. یکی از بزرگترین عواملی که ما در نظر میگیریم آلرژی ها و حساسیت های غذاییه که هر شخص ممکنه به یه سری غذاها
آلرژی داشته باشه و حساسیت داشته باشه، یعنی واقعا غذایی که برای یک شخص ممکنه حکم دوا داشته باشه، همون غذا برای یک شخص دیگه ممکنه حکم سم و یا زهر داشته باشه. پس اینا خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه چیزایی ممکنه به نظر خیلی سالم و خوب بیاد و هستن، ولی برای اون شخص وقتی که وارد بدنش میشه میبینی که تبدیل به خیلی از مسائل و مشکلات زیادی میشه. خب اگر اجازه بدین من خطا باز هستن، تلفن استودیو رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 323-512-7264. سوالات خودتون رو میتونید در مورد روش زندگی، سلامتی، تندرستی، نیکزیستی، استرس، موارد ذهنی، احساسی و موارد حتی معنوی و عرفانی که من با دانش بسیار محدودم سعی کنم برای بعضیش پاسخگو باشم. عزیزانی که برنامه های امشب رو شاید میست میکنین و ممکنه نبینین، میتونین از طریق وبسایت ما drhoban.com drhoban.com و یا از طریق یوتیوب و همچنین از طریق سوشیل میدیا ها مثل فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنین. همچنین اگر دوست دارین که یک مشاوره‌ای داشته باشین، ما مشاوره از سراسر دنیا میپذیریم، میتونین با تلفن مطب ما 818-348-1020 تماس بگیرین که در خدمتون باشیم. فرشاد عزیزم اطلاع میدن که ما یک خط داریم، بفرمایید عزیز، شما روی خط هستیم. مرسی، خسته نباشید. خواهش میکنم، مرسی عزیزم. جانم بفرمایید. شما اول صحبتتون گفتین که در رابطه با ذهن و بدن یکی از تخصصهای شما، میخواستم بپرسم این رابطه ذهن و بدن رو چطور شما تبیین میکنید یا توضیح میدید بر اساس تخصص خودتون؟ چون اینا دوتا به اصطلاح ماهیت جدا از هم هستن، یعنی یکی مادیه و یکی غیر مادیه، اینا چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن؟ خب اون چیزی که غیر مادیه جنسیتش چیه به نظر شما؟ جنسیتش یعنی انرژی، ماهیتش نه، مثلا مثل تخیل مادی هم خودش، ببینید مادی وقتی میگیم مادی هم خودش انرژیه، یعنی اینا هیچ کدومشون با هم تفکیک نمیشن، یعنی یه ماده هم خودش انرژیه که کاندنس شده و به هر حال اون مولکولاش در یا اون الکترون های اتمش سرعتشون شاید بیشتر و کمتر میشه. ولی شما مثلا فرض کنین اگر که یک موضوعی رو به خاطر بیارین و با خاطر آوردن اون موضوع یک فعل انفعالاتی در بدنتون رخ میده، شده دیگه قبلا نه؟ یعنی یک مسئله در ذهن شما رخ میده و بر حسب اون مسئله که در ذهن شما رخ میده بدن شما یک واکنش نشون میده. یا حتی شما مثلا یک مسئله خیلی خیلی مسئله که همه استفاده میکنن، شما الان من به شما میگم یه مزه لیمو رو در دهانتون حس کنین، در صورت شما اصلا لیمو رو مزه نمی کنین و غیر بگم این لیمو رو قاچش بکنین و همچین فشارش بدین. من میدونم، من اینا رو میدونم، من میخواستم بپرسم به لحاظ فلسفی رابطه ذهن و بدن چگونه است، یعنی آیا تا الان تونستن این رو توضیح بدن یا ما نمیدونیم هنوز؟ رابطهش اینه که هر کدومش میتونه روی یکی تاثیرگذار باشه، اینو میگن رابطه. رابطه یعنی که شما، یعنی یک رابطه تعریفش اینه که یک شخصی که با اون شخص در ارتباطه یا یک به هر حال موردی که با یک موردی در ارتباطه بتونن این دوتا روی همدیگه تاثیرگذار باشن. خب ما این رابطه رو میتونیم توضیح بدیم، ولی رابطه ذهن و بدن رو میتونیم؟ بله، ذهن و بدن که خیلی راحت تر اتفاقا. ذهن و بدن، شما هر مورد ذهنی و هر کانورسیشن و مکامله و مکالمه و واکنش ذهنی شما میتونه همون اون باعث بشه که یک واکنشی از بدن شما رخ بده. خب حالا به همون صورت هم شما اگر یک استیمولنت وارد بدن خودتون بکنید، مثلا یه مشروب بخورین یا مثلا یه لیوان قهوه بخورین یا مثلا یک عالمه ماده مواد شیرینی جات بخورین، خب آیا اینها روی ذهن شما اثر میذاره یا نه؟ بله، ذهنیات و باورهای شما و مکالماتی که در ذهن شما رخ میده. اگر شما مثلا فرض کنین که اینو از نظر علمی میتونم تو 3 دقیقه برای شما اثبات کنم که مثلا فرض کنیم ما وقتی مواد قندی میخوریم، با اینکه غذای اصلی مغز گلوکوز هست که قنده،
ولی هر چی بیشتر مواد قندی بخوریم ذهن ما بیشتر دچار ابهام و دچار به هر حال اون فاگینس و دچار یه مقدار کدورت و اینی که شفاف نباشیم میشه. خب این کاملا ثابت شده، یعنی علم اینو ثابت کرده که یا این که مثلا یه مثال خیلی بهتر بزنم براتون، غدد مترشح ما، دستگاه اندوکرین سیستم ما که شامل تیروئید و به هر حال غده‌های مختلف میشه، مثل غدد ادرینال یا هایپوتالامس یا غیره، یا همون پینیل گلند یا پینیل گلند، اینا همه با اینکه یه ذرات بسیار ریزی رو ترشح میکنن، هورمون‌های بسیار بسیار ریزی رو، ولی همین ها میدونی که چقدر میتونه اثرگذار بشه روی ذهنیات ما و نهایتا وقتی روی ذهنیات ما اثر میذاره، احساسات ما اثر میذاره و واکنش‌های ما. نمیدونم آیا جواب سوالتون رو دادم یا اینکه هنوز مبهمه براتون. والا میخوام مزاحم شما نشم که برنامه رو ادامه بدید. نه من رابطه رو میخواستم بدونم لحاظ علمی، که مثلا وقتی من یک فکری میکنم چرا این فکر روی بدن من اثر میذاره. من میخوام شما چون تخصص تو اینه مثلا این دو اجازه بدین پس اینجوری خیلی پس بزن یه مثال دیگه براتون بزنم شاید بهتر متوجه بشین. شما فرض کنین مثلا دارین یه جایی میرین و اونجا تاریکه، یه دفعه یه صدایی میاد و بعد شما مثلا احساس میکنی که یه سری صدای پا میاد. خب واکنشی که شما از خودتون نشون میدین یه واکنش اولیه است و یه واکنش ثانویه. اون واکنش اولیه شما واکنش غریزیه که ما با حیوانها شریکیم، واکنشیه که مثلا از یه صدایی یا از انسان از صدا میترسه، اصلا با ترس از صدا ما به دنیا میایم. دو تا ترسه که ما باش به دنیا میایم، یکی از ترس از صدا، یکی ترس از بلندی. خب حالا اون واکنشی که دومی از شما رخ میده، یعنی بعد از اون یک دفعه حالت نرو سیستمتون که یک ریاکشن نشون میده، شما بنابر اون بایگانی هایی که در ذهن خودتون دارین، از باورهای خودتون، از اطلاعاتی که به شما یاد داده شده، از اطلاعاتی که در مدرسه و مکتب و مذهب و خیلی جاها به شما یاد داده شده، از اطلاعاتی که توسط تجاربی که تو زندگی داشتین بایگانی شده توی ذهن شما، ممکنه یه واکنشی از خودتون نشون بدین. یعنی ممکنه در اون لحظه شما ضربان قلبتون شروع کنه به صدا کردن و یعنی به تپش بالا. خب این یه فلانفالاتی که به هر حال به مغز یه چیزایی رو میگه و مغز، یعنی به مغز مرتبط میشه و مغز هم از اونجا یه دفعه شروع میکنه و برمیگرده باز به بدن. یعنی بدن من الان برام این سوال پیش اومد که پس شما میخواییم بگین همه چیز در درون خود مغز داره اتفاق میفته دیگه، درسته؟ یعنی چیزی عامل یا محرک خارجی وجود نداره. ببین محرک وجود داره، اون عکس العمل شماست که برای شما تعیین کننده حرکت بعدی شما هستش. محرک بله وجود داره، محرک وجود داره، یه اتفاق عامل متافیزیکی وجود داره. میتونه یه خرس بیاد در طبیعت سراغ شما، که متافیزیک نیست. من منظورم اینه که مثلا خدا اثر داره، چه میدونم مثلا از یه چیز غیر مادی میتونه بیاد اثر داره، یا نه همه چیز در خود مغز اتفاق میفته. بله ببینین اون اتفاقاتی که میفته، ذهنیات شما یه چیزایی رو از ذهن از اون فیلتر مغزتون رد میکنه و بعد اون مغزه که واکنش بدن، مثلا این هورمون ها که چه هورمونی الان ترشح بشه و یا نشه به شما برای شما تصمیم گیری. توضیحات شما همش در رابطه با مغز دیگه، من همین دارم میگم مغزه. ولی چرا یه چیزی هم داریم به نام ذهن، که اون ذهن یه مقدار فرق میکنه، اون ادراکات ما، اون باورهای ما، کارکرد خود مغز دیگه کجا میاد؟ مغز یه چیز فیزیکیه ولی ذهن فیزیکی نیست. مغز یه چیزی که بیوشیمی بسید. میدونم ذهن فیزیکی نیست، خب تخیلم فیزیکی نیست، فکرم فیزیکی نیست، ولی خود کارکرد مغز دیگه. بله کارکرد مغز، مغز که ما ذهن نداریم، اون زمانی که از فیلتر مغز عبور میکنه و اون موقع تبدیل به فیزیک میشه، به تبدیل به بایوشیمیایی، یعنی به هر حال فعل و انفعالات بیوشیمی میشه. پس یعنی ذهن یک عامل غیر مادیه جونم؟ غیر مادیه، یعنی از خارج از مغز میاد. ذهن ما کاملا غیر مادیه. بله ذهن ما برمیگرده به اون بینش انسان و به اون بایگانی های که به جمع آوری میشه
ولی مغز ما یک چیز کاملا فیزیکی و به هر حال بیوشیمیه. بایگانی یا حافظه هم درون مغز ما هست دیگه، همه اینا توی مغز ما هست دیگه. خب ببینین این یه چیز، یکی از اون چیزایی که باید بشینیم راجعش صحبت کنیم و برنامه های بله بحث عمیقیه. بله بله برای من جالبه چون این موضوعات میخواستم رابطه اینا رو درست یه سری برنامه ها خواهیم داشت. الان امروز خب چون بیشتر راجع به تغذیه صحبت میکنیم، من یه مقداری تاکیدم میخواستم بذارم برای ببخشید من برای همین به شما گفتم مسئله نیست. نه ببینید من خودم همین جوری که صحبت میکنم خودم هم یاد میگیرم و خودم وقتی که صحبت میکنم هزارها سوال برای خودم پیش میاد که بعد برم خودم یاد بگیرم. ولی این مبحث ذهن و مغز رو من به راحتی میتونم در برنامه‌های آینده برای شما یه مقدار بیشتر بازش کنم. همین آقای دکتر، تا جایی که من میدونم هنوز مثلا فلسفه ذهن که روش دارن کار میکنن ما نمیدونیم این رابطه رو ها. نه قابل لمس نیست. یک فرضیاتی داریم. قابل لمس نیست. حالا شما فرضی وقتی نمیدونیم مثل کانشسنس میمونه. نمیدونیم. اجازه بدین که اینجا من استاپتون کنم که چون این فقط یه دایلوگ دو نفری میشه و شاید بهتر باشه که من یه برنامه بذارم راجبش صحبت بکنم. با کمال میل اگر که مرسی. هنوز شما همین یادم لط کردین جواب منو دادین، مزاتون ممنونم. اگر در برنامه که صحبت کردم هنوز براتون سوالی مطرح بود خیلی خوشحال میشم که بیاین روی خط و با هم صحبت کنیم عزیزم. مرسی از تماستون و توجهتون به برنامه عزیزم، خیلی ممنون. خب عزیزان برمیگردیم به این که پس خیلی از شرایط متفاوت میتونه وجود داشته باشه که همه اینها باید، یعنی همون گفتم آب و اجداد و سن و خیلی چیزای دیگه، مطالعه بشه و در نظر گرفته بشه و بعضی وقتا هم دچار آزمون و خطا بشه و البته بهتره که هر چند وقت یک بار هم تازه باز بررسی بشه، به خاطر اینکه خب بعضی از این چیزها دائمیه، مثلا انسستوری و یا جنسیت ما، ولی خب سن ما فرق میکنه. بعضی از محدودیت‌های ممکنه محدودیت‌های مالی و یا محدودیت‌های باوری و مذهبی و قومی شاید برامون فرق بکنه، شاید اون شغلمون فرق بکنه، شاید لایف استایل و طریق زندگیمون فرق بکنه و شاید اون به هر حال آلرژی‌های غذایی و خیلی چیزهای دیگه ممکنه فرق بکنه، ولی یه چیزایی مثل گروه خونی و یا موارد ژنتیک و غیره ممکنه زیاد فرق نکنه. و به همین دلیله که این شرایط باید هر چند وقت یه بار در نظر گرفته بشن که بتونیم به راحتی باز دوباره یک الگوی بهتری برای اون شخص داشته باشیم. پس میبینی که یه فرمول و یا یک الگوی کلی دادن برای یه روش تغذیه که برای همه انسان‌ها صدق بکنه اصلا مسخره است، یه چیز مسخره و بسیار غیر منطقیه و همونجور گفتم به تحقیق و بررسی و مطالعه و آزمون و خطای خیلی زیادی احتیاج داره. حالا با تمام این تفاصیلی که خدمتتون گفتم، اگه بگین حالا خب فعلا پس یه نسبتاً یه معیار نسبتاً کلی و معقولانه رو پیشنهاد کنی، بهترین پیشنهادی که میتونم خدمتتون بکنم اینه که حتی الامکان موادی رو انتخاب بکنین که به ساختار طبیعی خودشون نزدیکترن، یعنی غذاهایی که کمترین تغییر رو توسط بشر که اون ساختارها و ساختمانهای مولکولی و غیره رو عوض میکنه و دستکاریشون میکنه و به اصطلاح انگولکشون میکنه نشده باشن. برای استفاده صحیح از مواد غذایی بهتره که بیشتر از هر چیز به طبیعت اعتماد کنیم و اون به هر حال ترکیبات کامل هر غذایی رو، هر چیز رو با ترکیبات کامل خودش مصرف کنیم. غذاهای طبیعی با ترکیبات سینرژیکی که دارن تمام مواد ضروری رو که مورد نیاز بدنه رو برای شما فراهم میکنه. مثلا پوست سیب یه آنتی اکسیدنتی داره که مواد ضروری رو که سیب رو از اکسیده شدن حفظ میکنه. خب اون پوست سیب در کنار قسمت‌های دیگر سیب هستش که یه ترکیب کامل سیب رو میسازه که موجب حفظ تمام خواص سیب میشه. مثلا مواد غذای طبیعی در حالت کامل خود برای بدن کاملا قابل شناسایی هم و به راحتی هضم و جذب میشن. همه این مواد علاوه بر این که یه قابلیت درمانی خیلی بالایی میتونن داشته باشن، یه زمینه ای هم برای جذب مواد ضروری دیگه مهیا میکنن.
به همین ترتیب هم میتونیم با مصرف مکمل های غذایی طبیعی و کامل از بیشترین نیروی شفای طبیعت استفاده کنیم، که البته این استفاده مکمل های غذایی با اینکه بسیار مهمه، خیلی باید در مورد شرکت هایی که ساختنش تحقیق کنیم و مطمئن بشیم که منابع مصرفیشون تمام اون منشأ کامل طبیعی و چیزو دارن و بهترین مکمل های غذایی مکمل هایی هستن که اون خاصیت سینرژی در اونها حفظ شده باشه، حرارت ندیده باشه و خیلی از چیزهای دیگه، که باز این یکی از مباحثی که باید در جلسات آینده حتما در موردش یه مقدار صحبت کنیم، به خاطر اینکه مکمل های غذایی هم یه بحث بسیار پیچیده و قابل بحثه، با اینکه من خودم الان شاید بالای 27-8 ساله که فرمول بندی مکمل های غذایی دارم، ولی خب بسیاری از سودجویانی که امروزه اومدن توی بازار در این مورد کسانی هستن که به هر حال اسم و آبروی ما هم شاید خدشه‌دار میکنن و کسانی که با حسن نیت وارد این کار میشن شاید اونها هم تر و خشک با هم بسوزه. البته مسئله که حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد در برنامه های آینده. حالا بدون اینکه کلیت بدم، باز کلیت کامل بخوام بدم، یکی از بهترین راههایی که شما از طریق تغذیه میتونید به سلامتی نسبتا خوب و کاملی برسین، استفاده از مواد طبیعی مثل سبزیجات و میوه‌جات. البته در مورد گوشت و ماهی و تخم مرغ و لبنیات و غلات و حبوبات و اینا هم کاملا صحبت خواهیم کرد، ولی هر کدومشون بعد از اینکه زیر ذره بین بذاریم و صحبت کنیم، ولی سبزیجات و میوه‌جات و به خصوص سبزیجات یکی از مهمترین عواملی هستن که میتونن ما رو در مسیر سلامتی قرار بدن. حالا چرا تاکید من بیشتر روی سبزیجات تا میوه‌جات؟ بیشتر به خاطر اون قندیه که در اکثر میوه‌جات وجود داره و کسانی که خب دوچار بعضی از مشکلات سلامتی باشن مثلا سرطان و یا بیماری های قندی، چه هایپرگلایسیمیا باشه و یا چه که همون بیماری قند دیابت و چه هایپوگلایسیمیا باشه و همچنین یه سری از بیماری های قارچی مثل بیماری های کندیدا و غیره و بعضی از بیماری های دیگه، اینا باید در مصرف میوه‌جات ملاحظه کنن، به خصوص در مصرف آب میوه‌جات، چون اون قندش بیشتر به هر حال غلیظ تره و میتونه اون موقع اگر زیاد مصرف بشه به جای اینکه به سلامتی ما کمک کنه شاید ما رو بیشتر بیمار بکنه. حتی برای کسانی که این مشکل رو ندارن، باز من پیشنهادم اینه که در مصرف میوه ها خیلی زیاده روی نشه، ولی سبزیجات رو تقریبا میتونم بگم که هرچی بیشتر بهتر. البته به استثنای باز اشخاصی که ممکنه مشکل های خونریزی دستگاه گوارش داشته باشن و یا مشکلات دیگه که اونها تا زمانی که این موارد درست بشه باید سبزیجات خودشون رو به صورت بخارپز میل کنن و حالا بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد. من چون به این خانم عزیزی که تماس گرفته بودن قول دادم که یه سری از نظر به خصوص در مورد بالا بردن سیستم دفاعی و همچنین در مقابل مواجه شدن با ویروس ها، خب البته که این ویروس کووید 19 هم که بسیار الان مطرحه، هرچی بیشتر ما سیستم بدنیمون رو قلیایی بکنیم بهتره و مثلا اگر که بهترین راهش هم همون سبزیجات و میوه‌جاتی که الان خدمتتون عرض کردم و اگر که رنگ‌های مختلف سبزیجات و میوه‌جات رو بخوریم میتونیم خودمون رو تأمین کنیم. حالا من در برنامه آینده یه مقدار راجع به هر کدوم از این رنگ‌ها و خواصشون بیشتر باهاتون صحبت می‌کنم. سوپ‌هایی که میتونیم بخوریم که درش سیر و پیاز و سبزیجات مختلف شرم جانم بله سبزیجات مختلف هست مصرف کنیم. میبخشین به من اطلاع دادن که یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. من اینا رو خیلی سریع میگم ولی بهتون قول میدم که در برنامه آینده راجعش صحبت کنیم. ویتامین سی، ویتامین دی، زینک، کورستین هست، اکینشیا هست، کتسکلا، اینا برای بیشتر برای اون خانومی که زنگ زده بودن، جینجر، ترمریک که همون زردچوبه است، سی رو پیازو که گفتم، یک گیاهی به نام استراگلس، کلوو و یا میخک، اورگانو که فکر میکنم میشه پونه کوهی، عسل مانوکا، تایم که همون آویشن هست و عصاره برگ درخت زیتون و همچنین عصاره هسته گریپ فروت. تا اونجایی که میتونین از استرس دوری کنین،
از نگرانی ها، از این اینکه هر دم به دقیقه پای اخبار نشستین دوری کنین. لبنیات، من اینا رو خیلی سریع میگم چون وقتمون رو به اتمامه، ولی همه رو بهتون قول میدم بیشتر میشکافیم در برنامه‌های آینده. لبنیات، گلوتن، هر نوع مواد قندی، سیگار و الکل و کافئین هم که مشخصه، ذرت، مواد سویا، مواد سرخ کردنی، فست فودها، جانک فودها و گوشت‌های پروسس شده و مواد جی ام او. اینا چیزایی که به هر حال باید حتما در نظر بگیریم. وقت ما تقریبا رو به اتمامه. اگر عزیزان میخواین یه مشاوره‌ای با ما داشته باشین، میتونین با از طریق وبسایت ما drhoban.com هم برنامه‌های ما رو دنبال کنین، هم اگر بخواین مشاوره‌ای بگیرین میتونین تماس بگیرین با مطب 818-348-1020، همچنین از طریق یوتیوب حتما ما رو دنبال کنین و از طریق به هر حال اون سایت‌های فیسبوک و اینستاگرام و غیره. خیلی تشکر میکنم از اینکه محبت کردین و به شنیدن این برنامه نشستین. برنامه‌های ما هر دوشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس هست. تشکر میکنم از آقای فرشاد بلندیان عزیز به خاطر کارگردانی برنامه. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهد. 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 سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهد.